نبوت انبیا طبق کلام خدا امروز به وقوع پیوست شادی نمایی شادی نمایی مسیح خداوند است عیسی نامش خواهد بود نجات مهیا شده شادی نمایی شادی نمایی شاد باشید عالمیان عیسی به دنیا آمد شاد باشید عالمیان امانوئیل خدا با ما شاد باشید عالمیان عیسی به دنیا آمد شاد باشید عالمیان امانوئیل خدا با ما ستاره ای درخشان بر فراز بیت لحم منجی به دنیا آمد جلالش تابی جلالش تابی شبانان در بیت لحم فرشتگان را دیدند سرودا می سرودند بهر خداوند بهر خداوند شاد باشید عالمیان عیسی به دنیا آمد شاد باشید عالمیان امانوئیل خدا با ما شاد باشید عالمیان عیسی به دنیا آمد شاد باشید عالمیان امانوئیل خدا با ما از مشرق به دیدارش آمدن مر و کندر و طلا به پایش ریختن به پایش ریختن مقدسین بیایی ما هم او را پرستیم وجود خود را به او تقدیم نماییم تقدیم نماییم شاد باشید عالمیان عیسی به دنیا آمد شاد باشید عالمیان امانوئیل خدا با ما شاد باشید عالمیان عیسی به دنیا آمد شاد باشید عالمیان امانوئیل خدا با ما شاد باشید عالمیان عیسی به دنیا آمد شاد باشید عالمیان امانوئیل خدا با ما شاد باشید عالمیان عیسی به دنیا آمد شاد باشید عالمیان امانوئیل خدا با ما با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز من کوروش باقری هستم و این رادیو آرامش عزیزان با امید اینکه هفته شاد و پربرکتی را پشت سر نهاده باشید خدا را شکر میکنم که فرصت دیگری عنایت فرموده تا بدین وسیله در خدمت شما باشیم عزیزان بسیار سپاسگزارم که میشنوم برنامه‌های رادیو آرامش مورد توجه شما قرار گرفته. خدا رو شکر می‌کنم که می‌بینم و میشنوم که شنیدن از کلام خداوند به شما آرامش، سلامتی و رهنمون بوده. خدا رو شکر می‌کنیم به خاطر کلامش، خدا رو شکر می‌کنیم به خاطر این صبح قشنگ، این صبح آفتابی زیبا. عزیزان برنامه های رادیو آرامش به صورت زنده خدمت شما ارائه میشه چنانچه مایلی تا با من در مورد موضوعی مستقیما صحبت کنید لطفاً با شماره تلفن 604-271-1470 تماس بگیرید تماس مستقیم با استودیو هست 604-271-1470 همینطور چنانچه موضوعی هست که احتیاج به وقت بیشتری داره برای تبادل نظر محبت کنید با شماره خود رادیو آرامش که هست 604-788-5211 تماس بگیرید بسیار سپاسگزارم از توجه شما عزیزان به این دو نکته مهم دوستان باز هم لازم به یادآوری میدونم تا چنانچه شما مایلید برنامه‌های کامل رادیو آرامش را بشنوید میتونید به وبسایت ما در radioaramesh.org مراجعه کنید. عزیزان در وبسایت ما برنامه‌های آموزشی زیادی وجود داره مثل برنامه‌های تلویزیونی، برنامه‌های رادیویی و برنامه‌هایی که ضبط شده از طرف دوستان دیگری که میتونید در مورد شناخت کلام خدا از آنها استفاده کنید.
عزیزان، خداوند شما را دوست داره و بسیار مشتاق تا محبت و فیض بیمانندش را در این یک شنبه زیبا ارزانی بداره. با هم به حضور خدا بریم و دقایقی را در دعا در حضور خداوند به سر ببریم. اگر شما هم توی این دنیا زندگی میکنید، باید با من هم‌عقیده باشید که دنیایی پر تلاطم، دنیایی پر از درد، پر از نامردمی و پر از گیجی و سردرگمی وجود داره. شما را دعوت میکنم به حضور خداوند بریم، با هم دیگه دقایق را در دعا به سر ببریم تا روح خداوند بتونه ما را شفا بده، بتونه ما را آرامش بده و به ما اون قوت و حکمتی را بده تا بتونیم اگر شده حتی برای یک ساعتی از کلام او بشنویم و آرامش داشته باشیم. با من دعا کنید. خداوند قدوس و پاک، پدر آسمانی، تو را شکر میکنیم به خاطر محبتت، به خاطر قدرتت، به خاطر حکمتت و به خاطر فیض بیمانندی که در حق ما روا داشته و داری. پدر جان، به حضور تو میاییم خداوند امروز در این لحظه و میطلبیم با روح مقدس خودت خداوند قلبهای لرزان، بدنهای بیمار، روحهای خسته ما را شفا بده. ای خداوند، خداوند ما را قوت و حکمت ببخش تا امروز کلام تو را نه تنها بشنویم بلکه درک بکنیم و برای جلال نام تو ای خداوند کلام تو را، تعلیمات تو را ای خداوند بتونیم با قوت روح مقدس در زندگی هامون اجرا کنیم. خداوند ما را به خاطر اغمازها، به خاطر سرکشیها، به خاطر خودخواهیهامون ببخش. با روح مقدس در این لحظه ما را لمسی تازه بکن، ما را آرامش بده و برای شنیدن کلامت مهیا بساز. خدا را شکر در نام عیسی مسیح. خب عزیزان، با هم به یک سرود روحانی گوش میکنیم و به تعلیم این هفته خودمون که مطالعه کلام خدا در انجیل متی ادامه میدهیم. عیسی که نان را به مسکون، مسیح را بنگری با شکوه و جلال، میآید تا ما را نیز برد به جایگاه آسمانی پدر. نزد من آید گرانباران، من خود شما را آرامی خواهم بخشید. من راه و راستی و حیات هستم، من منبع شادی الهی هستم. بیایید خدا را هم گوییم، زیرا جهان را اینقدر محبت نمود، پسر یگانه خود را داد تا هر که ایمان آرد نجات یابد. نزد من آید گرانباران، من خود شما را آرامی خواهم بخشید. من راه و راستی و حیات هستم، من منبع شادی الهی هستم. که با مرگش بر صلیب نجات همه کی ما آماده شد. کافیست نام عیسی را خوانید، حیات جاودان را از امروز یابید. نزد من آیید ای گرانباران، من خود شما را آرامی خواهم بخشید. من راه و راستی و حیات هستم، من منبع شادی الهی هستم. نزد من آیید ای گرانباران، من خود شما را آرامی خواهم بخشید. من راه و راستی و حیات هستم، من منبع شادی الهی هستم.
خدا را شکر. بله عزیزان، در برنامه این هفته به ادامه مطالعه انجیل متی می‌پردازیم. دوستان، چنانچه مایلی تا کلام خداوند کتاب انجیل را به طور مجانی در اختیار داشته باشید، محبت کنید با رادیو آرامش تماس بگیرید. خوشحال میشیم تا از شما بشنویم و کتاب مقدس انجیل را خدمتتون به طور مجانن ارائه بدیم. عزیزان، همینطور باز یادآوری و تشویق میکنم شما را تا در صورت امکان قلم و دفتری در دسترس داشته باشید تا قادر باشید در طول شنیدن پیام ها آدرس اون آیات، بخش ها و نام کتاب های دیگری از کلام خداوند را که خدمتتون معرفی میشه یادداشت بفرمایید. چنانچه در طول شنیدن هر پیام عزیزان در ذهن شما سوالی به وجود میاد، لطفاً سوال خودتون رو یادداشت بفرمایید، با من تماس بگیرید. من خوشحال میشم تا بتونم راجع به اون سوال یا سوالات شما مفصلاً با هم صحبت کنیم. دوست دارم مطالبی که از رادیو آرامش به سمع شما میرسه کاملاً قابل فهم باشه، کاملاً به صورتی باشه که اونجوری که خداوند میخواد ما درک کرده باشیم، و خدای نکرده اگه مطلبی هست که احتیاج به توضیح داره یا درست جا نمیفته، بتونیم با صحبت، با تبادل نظر اون نکته مبهم را حل کنیم. دوستان، باز هم لازم به یادآوری میدونم که هدف رادیو آرامش بشارت پیام فیض، محبت و نجات بخش خداوند قدوس و یکتاست که در کلام مقدس او انجیل برای ما مکتوب می باشه. با امید اینکه شنیدن از کلام خداوند امروز موجب برکت شما باشه، با هم به یک سرود روحانی دیگه گوش می کنیم. جهان شادان شود و بش سلطان شود، منزل گهش قلب بشر از سرایان شود، از سرایان شود، آهاش از سرایان شود. بر خاکیان مجده دهی منجی رحمان بود، توفان و بحر و کوه و دشت همی شادان بود، همی شادان بود، همی شادان بود. خارش پریده شد، از رحمتش جاری کند، هر جا لندیده شد، هر جا لندیده شد، هر جا، هر جا لندیده شد. نظم جهان از او بود، امو رحمان بود، خلقت زنا خانکین همه از لطف و پان بود، از لطف و پان بود، از لطف و پان بود. خلقت زنا خانکین همه از لطف و پان بود، از لطف و پان بود، از لطف و پان بود. خب عزیزان، در برنامه این هفته به مطالعه خودمون در انجیل متی فصل 4 ادامه می دهیم.
چنانچه مایل می باشید تا تعالیم قسمت اول تا سوم راجع به این قسمت از کلام خدا را بشنوید، محبت کنید به وبسایت ما در radioaramesh.org مراجعه بفرمایید. عزیزان، در پایان برنامه هفته قبل خدمتتون عرض کردم که در کلام خدا دو نوع وسوسه قید شده. داریم کلام خداوند، کتاب انجیل متی فصل چهارم رو مطالعه میکنیم. حدود سه هفتهی که داریم راجع به آیه اول این فصل صحبت میکنیم. این آیه میفرماید: آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان برد تا در آنجا شیطان او را وسوسه و آزمایش کند. داریم با هم دیگه چگونگی و چرای آزمایش عیسی مسیح را توسط شیطان مطالعه میکنیم. عزیزان، در عهد جدید در کلام خداوند انجیل دو نوع وسوسه قید شده. اولا رنج و دردی که از بیرون بر ما حادث میشه، یعنی از دنیا و جهانی که در اون زندگی میکنیم، و ثانیاً وسوسه‌ای که امیال باطنی که ما را از درون به سوی گناه هدایت میکنند. پس دو نوع وسوسه داریم: وسوسه هایی که از درون ما نشأت میگیرند و وسوسه هایی که از بیرون و محیط و دنیایی که در اون زندگی میکنیم بر ما حادث میشن. متی نویسنده انجیل متی در این آیه، یعنی در آیه 4، عمدتاً در مورد این نوع دوم، یعنی وسوسه درونی صحبت میکنه. دوستان، این بسیار مهمه که ما به عنوان ایمانداران به خداوند همیشه این را به یاد داشته باشیم که خداوند هرگز ما را وسوسه به گناه نمی کنه. بله عزیزان، اگر ما وسوسه میشیم باید بدونیم که این خداوند نیست که ما را وسوسه میکنه. وسوسه یا از دنیا بر ما حادث شده، از محیطی که در او زندگی میکنیم بر ما فشار میاره، و یا از قلب و انسانیت گناهکار خود ما، به اصطلاح از درون. پس خداوند هرگز ما را وسوسه به گناه نمی کنه. این شیطان عزیزان که ما را به گناه وسوسه می کنه، و او معمولا این کار را از طریق امیال شرارتبار ما عملی می سازه. بدین گونه که شیطان مایل کار خداوند را در این دنیا منفی کنه، به خرابی بکشونه، بر ما وسوسه حادث می سازه و ما را فشار میاره بمون تا به اون وسوسه تن در بدیم و اعمالی را انجام بدیم که خلاف خواسته خداست. دوستان، چنانچه یادداشت می‌فرمایید، آیات بسیار زیبایی در کلام خدا کتاب یعقوب هست در فصل اول. کتاب یعقوب در عهد جدید فصل اول آیات 13 و 14 می‌فرماید: وقتی کسی وسوسه شده به سوی گناه کشیده می‌شود، فکر نکند که خدا او را وسوسه می‌کند، زیرا خدا از هر گناه و بدی بدور است و کسی را نیز به انجام آن وسوسه ترغیب نمی کند. آیه 14 در کتاب یعقوب فصل اول می فرماید: وسوسه یعنی این که انسان فریفته و مجذوب افکار و امیال ناپاک خود شود. آمین. پس وسوسه یعنی چه عزیزم؟ وسوسه یعنی این که انسان فریفته و مجذوب افکار و امیال ناپاک خودش بشه. دوستان، در این آیات یعقوب معنای دیگه از کلمه تجربه به دست میده. تجربه چی بود؟ تجربه اون چیزی بود که خداوند اجازه میده بر ما حادث بشه تا میزان ایمانمون نسبت به او برای خودمون به دست بیاد. مقصود او در این آیات وسوسه هایی که یک ایماندار را عزیزان به گناه ترغیب میکنه. هرچند خدا برای رشد روحانی ما از تجربه ها، از سختی های استفاده میکنه، ولی خداوند هرگز ما را به ارتکاب گناه وسوسه نمیکنه. وسوسه گناه، دوستان، به طور خیلی سریع عرض بکنم، هرگز از سوی خدا صادر نمیشه، بلکه منشأ این گونه وسوسه ها طبیعت گناه‌آلود خود ماست.
دوستان، بعضی اوقات انسان ها در دام وسوسه افتاده فریب می خورن و مرتکب گناه می شن. ما می تونیم نمونه های اون رو کاملا در جامعه هامون ببینیم. تقریبا روزی نیست که روزنامه های ما، تلویزیون ها و رادیوهای ما از اعمال خلاف عفت، از دزدی های کلان، از جنایت های انسان هایی که ما حتی می شناسیم خبری نداشته باشن. پس میبینیم که این انسان ها فریب خورده، به وسوسه گرفتار شدن و متاسفانه به این وسوسه ها تن در دادن. اینجا ممکنه این گونه افرادی که عزیزان یا بعضی انسان هایی که مرتکب چنین خطاهایی میشن، ممکنه خدا را مورد ملامت قرار بدن و بگن خدا مرا وسوسه کرد و به این دلیل بود که من گناه کردم. ولی ما هرگز نباید این افکار عزیزان به مغز خودمون راه بدیم، زیرا خدا، خداوند قادر متعال، خداوند قدوس پاک، هرگز ما فرزندان خودش را به گناه ترغیب نمی‌کنه. پس در هنگام مطالعه این آیات باید در نظر داشته باشیم که یعقوب درباره دو نوع تجربه سخن میگه. نخست در آیات دوم و سوم و فصل 12 یعقوب در مورد سختی‌ها و جفاهایی که به خاطر ایمان به مسیح متحمل میشیم گفتگو میکنه. بعد همونطور در آیاتی که خدمتتون امروز قرائت کردم، در آیات 13 و 14 به شرح تجربه‌های میپردازه که از سوی خدا نبوده، بلکه زاییده طبیعت نافرمان بردار و گناه آلود ما میباشن. عزیزان، اون تجربه ها باعث میشن که ما به سوی گناه و شرارت کشیده بشیم. به طور کلی خدا از تجربیات و سختی ها برای تربیت و رشد ما استفاده میکنه، ولی او هرگز ما را دچار وسوسه و گناه نمیسازه. کلام خداوند در کتاب یعقوب فصل 1 و آیه 13 فرمود چی؟ فرمود زیرا خدا هرگز از بدی ها تجربه نمی شود و او هیچ کس را تجربه نمی کند. آمین. پس ما باید عزیزان تجربیات و سختی های خارج از خودمون را تحمل کنیم و با تجربیات و وسوسه های درون خودمون مبارزه و ستیزه کرده بر آنها غلبه نماییم. عزیزان، خود عیسی مسیح امیال گناه‌آلود نداشت. با این حال روح القدس با او را به بیابان برد تا مورد آزمایش قرار بگیره. دوستان، نکته بسیار مهمی را میخوام خدمت شما عرض بکنم و اون این که وسوسه شدن به تنهایی گناه نیست، بلکه تسلیم وسوسه شدن گناه میباشه. پس اگر وسوسه به سراغ شما میاد، احساس گناه و احساس تقصیر نکنید. وسوسه سراغ همه انسان ها میاد. ولی چی اشتباهه؟ چی گناهه؟ چی قلب خداوند را میشکنه؟ تسلیم وسوسه شدن و اطاعت از وسوسه ای که حالا یا از بیرون باشه یا از درون و ارتکاب به اون گناه و شکستن دل خداوندی که گناه محسوب میشه. دوستان، همونجوری که همه ما میدونیم، عیسی مسیح تسلیم گناه نشد. بعد همونجور که با مطالعه کلام خداوند در انجیل متی دیدیم، عیسی بلافاصله بعد از غسل تعمیدش در معرض آزمایش ها قرار گرفت. این هم تجربه بسیاری از مردم ما امروز میباشه عزیزان. هنگامی که ما از تحت اقتدار شیطان خارج میشیم و به واسطه ایمان به مسیح وارد خانواده خدا میشیم، شیطان خوشحال نیست. شیطان خشمگین میشه، به ما حمله میکنه و به طرق مختلف میکوشه تا ما را تحت اقتدار خودش نگه داره. دوستان، یکی از طرق عمده مقاومت در برابر حمله شیطان اینه که کاملا مطمئن بشیم که اینک جزء فرزندان خدا هستیم. خدا در مورد عیسی دقیقاً اینطور گفت، عیسی فرزند خداوند بود. کتاب متی فصل 3 آیه 17 می‌فرماید این است پسر من و روح بر وی نازل شد.
خدا رو شکر عزیزان. پس یک بار دیگه یادآوری میکنم که شیطان در این دنیا میگرده و مدام مایل تا کار خداوند را خراب بکنه، تا ایمان ما را متزلزل بسازه، و به محض این که ما به خداوند رو میآوریم، به محض این که سعی میکنیم زندگی خداپسندانه ای داشته باشیم، شیطان آرام نمیگیره و به طرق مختلف با وسوسه ها، با مشکلات، با اذیت هایی که از درون و بیرون بر ما حادث میسازه، سعی میکنه ایمان زیبای ما را به خداوند متزلزل بسازه. باید هوشیار باشیم، باید بیدار باشیم، و همونطور که کلام به ما تعلیم میده، بالاتر از همه باید مطمئن باشیم که جزء فرزندان خدا هستیم. چطور جزء فرزندان خدا میشیم؟ گناهانمون را به خداوند اعتراف میکنیم، ایمان میآوریم که عیسی مسیح تاوان گناهان ما را روی صلیب پرداخت، و اجازه میدیم روح مقدس او به قلب ما بیاد، ما را ببخشه، هادی و رهنمای زندگی ما بشه، در اون صورت که ما آمرزیده شده و جزء فرزندان خداوند و خانواده الهی او میباشیم. از اون به بعد عزیزان که میتونیم به خداوند توکل کنیم و اجازه بدیم تا روح مقدس او ما را در تمام دشواری ها، تمام تجربه ها و وسوسه هایی که به سراغمون میاد کمک کنه تا دچار اون وسوسه ها نشیم. خب دوستان، تا اینجای صحبتمون راجع به انجیل متی فصل 4 آیه 1 صحبت کردیم. حال به مطالعه خودمون در انجیل متی فصل 4 ادامه میدیم. آیه 2 میفرماید عیسی در آن زمان برای مدت 40 شبانه روز روزه گرفت، پس در آخر بسیار گرسنه شد. آیه 2 از فصل 4 انجیل متی. عزیزان، عیسی پیش از آن که از سوی شیطان مورد آزمایش قرار بگیره 40 روز روزه گرفت. این 40 روز دوستان نشانه 40 سالی بود که یهودیان در صحرای سینا بعد از خروج از مصر در معرض تجربه ها قرار گرفتند. درست همونطور که یهودیان یعنی قوم برگزیده خدا مورد تجربه قرار گرفتند، عزیزان، عیسی نیز مورد تجربه واقع شد. با این حال عیسی آنگونه که یهودیان تسلیم گناه شدن، بی گناه باقی ماند و تسلیم گناه نگردید. دوستان، با مطالعه متی فصل 4 و آیات 3 و 5 و 8، سه وسوسه‌ای که در این بخش توصیف میشه را میشناسیم. سه وسوسه‌ای که در این قسمت از کلام خدا توصیف شده با سه وسوسه‌ای که اولین مرد و زن یعنی آدم و حوا تسلیم اون شدن منطبق میباشه. دوستان، شیطان وسوسه هایی را بر آدم و حوا عارض کرد که موجب آمدن گناه و رفتن بشریت زیر لعنت قرار گرفت، که به شناخت این وسوسه ها و موازی آنها در وسوسه هایی که عیسی با آنها برخورد کرد میپردازیم. ولی قبل از آن به یک سرود روحانی گوش میکنیم. تشنگانه
شده. عزیزان به شما خوش آمد میگم، چنانچه بار اولیه که به شنیدن برنامه رادیو آرامش پرداختید. امیدوارم که شنیدن کلام خداوند موجب برکت شما شده باشه. این رادیو آرامشه و من کوروش باقری در خدمت شما هستم. میتونید تماس بگیرید و چنانچه سوال، پیشنهاد و یا موردی هست با شماره تلفن 604-271-1470 تماس بگیرید. عزیزان چنانچه برای من مقدور نباشه در اون لحظه با شما صحبت کنم، محبت کنید، پیام خودتون را بگذارید، من حتما در طی هفته با شما تماس خواهم گرفت. پس شماره تلفن داخل استودیو هست 604-271-1470 و شماره رادیو آرامش هست 604-788-5211. دوستان انجیل متی فصل چهارم رو با هم مطالعه میکنیم. در این قسمت به آنجا رسیدیم که عرض شد عیسی مسیح در بیابان وسوسه شد توسط شیطان. عیسی مسیح در فصل چهارم انجیل متی در آیات 3 و 5 و 8 می‌خوانیم که به سه نوع وسوسه از طرف شیطان وسوسه شد. این وسوسه های عیسی مسیح مطابقت دارند با وسوسه هایی که انسان های اولیه یعنی آدم و حوا هم اونها رو تجربه کردند. با هم دیگه این قسمت رو مطالعه می‌کنیم تا ببینیم اینها چه شباهت هایی به هم داشتند و با مطالعه اونها کلن با وسوسه بیشتر آشنا بشیم تا از مکرها و حیله های شیطان بیاموزیم و بتونیم خودمون را مسلح و مجهز کرده به چی؟ به ایمان به خداوند، به توکل به خداوند، تا چنانچه در زندگی وسوسه هایی از طرف شیطان بر ما حادث بشه بتونیم با اونها همانطوری که عیسی مسیح فائق آمد با توکل به خداوند، با اجازه دادن به اینکه روح مقدس او ما را هدایت و حمایت بکنه پیروز بشیم. دوستان چنانچه یادداشت می‌فرمایید قسمت دیگری از کلام خدا را با هم مطالعه می‌کنیم در کتاب اول، کتاب پیدایش فصل سوم آیات 1 تا 6. پیدایش 3 آیات 1 تا 6. در این قسمت از کلام خدا می‌خوانیم که می‌فرماید مار از همه حیواناتی که خداوند به وجود آورد زیرک‌تر بود. روزی مار نزد زن آمده به او گفت آیا حقیقت دارد که خدا شما را از خوردن میوه تمام درختان باغ منع کرده است؟ زن در جواب مار گفت ما اجازه داریم از میوه همه درختان بخوریم به جز میوه درختی که در وسط باغ می باشد. خدا امر فرموده است که از میوه آن درخت نخوریم و حتی آن را لمس نکنیم وگرنه میمیریم.
مار در جواب زن گفت: مطمئن باش نخواهید مرد، بلکه خدا خوب می داند زمانی که از میوه آن درخت بخورید چشمان شما باز می شود و مانند خدا می شوید و می توانید خوب را از بد تشخیص دهید. آن درخت در نظر زن زیبا آمد و با خود اندیشید: میوه این درخت دلپذیر می تواند خوش‌طعم باشد و به من دانایی ببخشد. پس از میوه درخت چید و خورد و به شوهرش هم داد و او نیز خورد. آمین. خدا را شکر. عزیزان، آیاتی که قرائت شد از کتاب پیدایش فصل سوم آیات 1-6 بود که می‌بینیم مار که به اصطلاح همان شیطان بوده و به شکل مار در اینجا ظاهر میشه، حوا را یا زن آدم را به وسوسه میندازه. دوستان، میوه ممنوعی که آدم و حوا از اون خوردن خوشخوراک، خوشمنظر و برای کسب خرد و دانش دلپذیر بود، اینطوری که آیات به ما میآموزن. سه وسوسه قید شده عزیزان توسط متا در اینجا همچنین با وسوسه های در قسمت دیگری از کلام خدا مطابقت داره. وسوسه های دیگری از کلام خدا در انجیل اول یوحنا فصل دوم و آیه 16 برای ما معرفی شده. اول یوحنا فصل دوم آیات 16. انطباق این وسوسه ها با اونا در چیه؟ در خواسته های جسم، در شهوت چشم و غرور زندگانی. از آن تمام شهوات از این طرق به ما حمله میکنن و گاهی متاسفانه بعضی از انسان ها به این وسوسه ها تن در میدن. چه وسوسه هایی؟ وسوسه های خواسته های جسم، شهوت چشم و غرور زندگانی. خدا را شکر. از آن حال به آیه سوم انجیل متا فصل چهارم میپردازیم. در این آیه میخوانیم که میفرماید: در این حال شیطان به سراغ او آمد و او را وسوسه کرد و گفت: اگر این سنگ‌ها را تبدیل به نان کنی ثابت خواهی کرد که فرزند خدا هستی. آمین. آیه سوم دیدیم که عیسی مسیح بعد از غسل تعمید به بیابان برده میشه تا شیطان او را وسوسه کنه. عیسی مسیح در اونجا 40 شبانه روز روزه میگیره، در آخر بسیار گرسنه میشه. در این حالته که شیطان به سراغ او میاد و او را وسوسه میکنه و اول بهش میگه چی؟ به عیسی مسیح میگه: اگر این سنگ ها را تبدیل به نان کنی ثابت خواهی کرد که فرزند خدا هستی. حال به تفسیر این آیه میپردازیم. عزیزان، شیطان وسوسه‌گر ابتدا سعی کرد که عیسی را نسبت به پسر خدا بودن خودش به شک بندازه. بنابراین شیطان به عیسی مسیح گفت: اگر پسر خدا هستی اون را ثابت کن، معجزه‌ای انجام بده. به عبارتی شیطان به عیسی مسیح میگه: تو گرسنه هستی و 40 روزه که چیزی نخوردی، پس معجزه انجام بده، قدرت خدایی خودت را به نمایش بگذار و اگر راست میگی این سنگ‌ها را تبدیل به نان کن. عزیزان، باید در نظر داشته باشیم که عیسی مسیح قدرت خداوندی داشت. عیسی مسیح خداوند در جسم ظاهر شده، قادر به انجام هر عملی بود. عیسی همینطور قدرت این را داشت که سنگ را به نان تبدیل کنه. عیسایی که خود بنابر تعالیم کتاب مقدس در کلسیان و در انجیل یوحنا دنیا را آفریده بود، تبدیل سنگ به نان براش مشکلی نداشت. بنابراین شیطان عیسی را وسوسه می کرد تا از قدرت خودش برای رفاه و آسایش شخصی خودش استفاده کنه. چرا عیسی می بایست متحمل رنج، گرسنگی و درد می شد؟ سوال شاید اینجا این باشه: چرا عیسی مسیح میبایستی این همه گرسنگی بکشه؟ چرا عیسی مسیح خداوند در جسم ظاهر شده متحمل درد و رنج شد؟ او میتونست خیلی راحت زندگی آسوده‌ای داشته باشه. ولی دوستان، عیسی مسیح با این حال به جهان آمد تا برای ما رنج برده جان خودش را فدای ما بسازه.
در انجیل متا فصل 27 و آیه 40 می‌خوانیم که می‌فرماید هنگامی که عیسی بر صلیب آویخته شد، کسانی که وی را استهزا می‌کردند گفتند خود را نجات بده، اگر پسر خدا هستی از صلیب فرود بیا. آمین. عزیزان، اینها زخم زبان‌هایی هستند که بی ایمانداران در هنگامی که عیسی مسیح داوطلبانه بر روی صلیب رفته بود تا جان خودش را برای تاوان گناهان ما بده، فریاد می‌زدند و به مسیح زخم زبان می‌زدند، می‌گفتند اگر تو خداوندی، اگر پسر خداوندی، خودت رو نجات بده، از صلیب بیا پایین. و مثل شیطان در قبل از اون بهش میگفت اگر گرسنه هستی قدرت خداوندی خودت را به نمایش بگذار، سنگ را به نان تبدیل کن. عزیزان، با مطالعه این دو قسمت از کلام خداوند، وسوسه فرود آمدن از صلیب دوستان اساساً مانند وسوسه تبدیل کردن سنگ به نان بود، اون وسوسه ای که از طرف شیطان بر عیسی حادث شده بود. از اونجایی که عیسی عزیزان در بیابان بر شیطان فائق آمده بود، برای غالب شدن بر شیطان بر روی صلیب آمادگی بیشتری داشت. وسوسه عزیزان، وسوسه نخست عیسی مانند شهوت جسمی که یوحنا در انجیل یوحنا فصل دوم آیه 16 بیان داشته. آیه 16 هم در فصل دوم اول یوحنا می‌فرماید وابستگی‌های این دنیا و خواسته‌های ناپاک، میل به داشتن و تصاحب هر آنچه که به نظر جالب می‌آید و غرور ناشی از ثروت و مقام هیچ یک از خدا نیست، بلکه از این دنیای گناه‌آلود است. پس انجیل اول یوحنا فصل دوم آیه 16 چی میگه؟ این قسمت از کلام خداوند به ما میگه وابستگی های این دنیا و خواسته های ناپاک، میل به داشتن و تصاحب هر آنچه که به نظر جالب میاد و همینطور غرور ناشی از ثروت و مقام هیچ یک از خدا نیست، بلکه از این دنیای گناه‌آلود میباشه. آمین. خدا رو شکر. عزیزان، حال به مطالعه آیه 4 انجیل متا می‌پردازیم. در آیه 4 می‌خوانیم که می‌فرماید اما عیسی به او فرمود، به کی؟ به شیطان، نه، من چنین نخواهم کرد، زیرا کتاب آسمانی می‌فرماید نان نمی‌تواند روح انسان را سیر کند، بلکه فقط کلام خداست که می‌تواند نیاز درونی او را برآورده سازد. آمین. عجب آیه نقضی، خدا را شد. عیسی مسیح در جواب شیطان میگه نه، من چنین کاری نخواهم کرد، من سنگ ها را اگرچه میتونم ولی به نان تبدیل نمی کنم تا نیاز شخصی خودم را برآورده کنم. عیسی مسیح عزیزان میدونست برای چی به این دنیا آمده بود. عیسی مسیح میدونست که داره وسوسه میشه تا در جسم انسانی طعم گرسنگی، طعم نداری، طعم درد، طعم وسوسه را در انسان تجربه بکنه، تا چنانچه من و شما دردهامون را، وسوسه هامون را، گرسنگی هامون را، کمبود هامون را به حضور او میبریم، او خود در جسم انسانی تجربه کرده باشه. این معنی اصلی این که چرا عیسی میبایستی در آن بیابان بدین گونه وسوسه میشد. به دو دلیل. دلیل اول این که وفاداری خودش را به خدای پدر ثابت کنه، و دوم این که تجربه هایی که من و شما به عنوان انسان در بدن انسانی در ها روبرو میشیم، خود در جسم انسانی به معنای واقعی کلمه تجربه کرده باشه. دوستان، عیسی مسیح جواب شیطان را میده. میگه چی؟ میگه مکتوب است انسان نه به محض نان زیست میکند، بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر میگردد. آیه 4. عزیزان، عیسی با آوردن نقل قولی از کلام خدا در قسمت دیگر، کجا؟ در کتاب تثنیه فصل 8 آیه 3 بر شیطان پیروز میشه. دوستان،
این بخش از کلام خدا کتاب تثنیه به زمانی اشاره میکنه که خدا یهودیان گرسنه را در بیابان با خوراک مخصوصی از آسمان که منا نامیده میشد تغذیه کرد تا به ایشان ثابت کنه که باید تنها به خدا اعتماد کنن، بر حسب کلام او زیست کنن. همونطور که میدونیم یهودیان قوم برگزیده خداوند از مصر رها شدن، خداوند اجازه داد از مصر بیرون بیاد، بعد بنا به سرکشی هایشان و نافرمانی ها و ناشکری هایشان از خداوند، خداوند آنها را دچار سردرگمی کرد و این قوم در بیابان 40 سال سرگردان بودند. در طول این زمان اونها شروع به شکایت کردن، به موسی شکایت کردن که ما گرسنه هستیم، ما غذا نداریم و غذا میخواستن و شکایت به خداوند کردن که چرا برای اونها تهیه نمی کنه. و کلام خداوند به ما میآموزه که خداوند با قدرت الهی خودش برای اون قوم که بیش از 2 میلیون نفر بودن در آن بیابان هر روزه نان تهیه کرد. شما رو تشویق میکنم تا این قسمت از کلام خدا را مطالعه بفرمایید، کتاب تثنیه فصل 8. اجازه بدید تا آیاتی از این قسمت رو با هم همین امروز مطالعه کنیم. تثنیه فصل 8 در حقیقت کتاب خروج رو در اینجا با هم مطالعه میکنیم. خروج فصل 16 آیات 1-8. خروج، کتاب خروج فصل 16 آیات 1-8. این قسمت از کلام خدا میفرماید: قوم اسرائیل از ایلیم کوچ کردند و به صحرای سین که بین ایلیم و کوه سینا بود رفتند. روزی که به آنجا رسیدند، روز 15 ماه 2 بعد از خروج ایشان از مصر بود. در آنجا بنی اسرائیل باز از موسی و هارون گله کرده گفتند: ای کاش در مصر می‌ماندیم و همانجا خداوند ما را می‌کشت. آنجا در کنار دیگهای گوشت می نشستیم و هر قدر می خواستیم می خوردیم. اما حالا در این بیابان سوزان که شما ما را به آن کشانیده اید، به زودی از گرسنگی خواهیم مرد. آنگاه خداوند به موسی فرمود: حال از آسمان برای ایشان نان می فرستم. هر کس بخواهد می تواند بیرون برود و هر روز نان خود را برای همان روز جمع کند. به این وسیله آنها را آزمایش می کنم تا ببینم آیا از دستوراتم پیروی می کنند یا نه. خداوند به موسی فرمود: به قوم اسرائیل بگو که روزهای جمعه نان به اندازه 2 روز جمع کرده آن را آماده نمایند. پس موسی و هارون بنی اسرائیل را جمع کردند و به ایشان گفتند: امروز عصر به شما ثابت می شود که این خداوند بود که شما را از سرزمین مصر آزاد کرد. آیه 7 می فرماید: فردا صبح حضور پرجلال خداوند را خواهید دید، زیرا او گله و شکایت شما را که از وی کرده اید شنیده است، چون شما در واقع از خداوند شکایت کرده اید و نه از ما. ما کیستیم که از ما شکایت کنید؟ از این پس عصرها خداوند به شما گوشت خواهد داد و صبحها نان. آمین. خدا را شکر. عزیزان، داستان جالبیه. شما را قویا تشویق میکنم تا این قسمت از کلام خداوند را در عهد عتیق در کتاب خروج مطالعه بفرمایید. و اما چه ارتباطی داره این قسمت با مطالعه انجیل متا برای زندگی ما دوستان؟ عزیزان، انسان تنها با خوردن نان نمیتونه زندگی روحانی داشته باشه. انسان به خوراک روحانی یعنی کلام خدا احتیاج داره. دوستان، قسمت دیگری از کلام خدا را با هم مطالعه میکنیم. در انجیل یوحنا فصل 6 آیات زیبایی هست که توجه شما را به این آیات جلب می کنم. آیه 30-35 گفتند: اگر می خواهی ایمان بیاوریم که تو مسیح هستی، باید بیشتر از اینها به ما معجزه نشان دهی. اینجا آیاتی هستند که عیسی مسیح را در جمع یهودیان مذهبی برای ما به تصویر کشیده. عزیزان، و
فریسیان و سدوقیان، رهبران مذهبی قوم اسرائیل و مردمی که و قومی که عیسی مسیح در آن زمان در میانشون زندگی میکرد، به عیسی مسیح میگفتند اگر میخواهی ایمان بیاوریم که تو مسیح هستی، باید بیشتر از اینها به ما معجزه نشان دهی. اونها به مسیح گفتند هر روز به ما نان رایگان بده، همانطور که موسی به اجداد ما به هنگام سفر در بیابان نان عطا میکرد. کتاب آسمانی نیز میگوید موسی از آسمان به ایشان نان میداد. عیسی مسیح در جواب اون مذهبیون یهودی فرمود قبول کنید که این پدر من خدا بود که به ایشان نان میداد، نه موسی، و اکنون نیز اوست که میخواهد نان حقیقی را از آسمان به شما ببخشد. این نان حقیقی را خدا از آسمان فرستاده است تا به مردم دنیا زندگی جاوید ببخشد. رهبران مذهبی قوم یهود به عیسی گفتند آقا از این نان هر روز به ما بده. عیسی جواب داد من آن نان حیات هستم، هر که نزد من آید دیگر گرسنه نخواهد شد و کسانی که به من ایمان آورند هرگز تشنه نخواهند شد. آمین. خدا را شکر عزیزان. بله عزیزان، همونطور که کلام خداوند میگه انسان احتیاج به کلام خداوند داره برای حیات. نان تنها نمیتونه ما را نجات بده. خدا را شکر. عزیزان، عیسی مسیح میفرماید من نان حیات هستم. پدران شما در بیابان آن نان را خوردند و عاقبت مردند. اما هر که از این نان آسمانی بخورد، او تا به ابد زنده میماند. آن نان زنده که از آسمان نازل شده امروز برای شما منم. هر که از این نان بخورد، تا ابد زنده میماند. این نان در واقع همان بدن من است که فدا می کنم تا مردم نجات یابند. آمین. خدا را شکر. بله عزیزان، عیسی مسیح میگه چی؟ عیسی مسیح میگه من نان حیات هستم. هر کس از نان حیات بخوره، بدین معنی که هر کس به او ایمان بیاره دیگه هرگز گرسنه نمیشه. عیسی مسیح، محبت او، فیض او، سیری ابدی برای ما به وجود میاره. نانهای روزانه موقتی ما را سیر میکنن، ولی سیری روحانی که از خداوند، از مسیحی که در میان ما زندگی کرد، از خداوندی که داوطلبانه جسم پوشید و به این زمین آمد، برای ما حاصل میشه. آیا شما امروز گرسنه هستید؟ آیا شما مسیح را تجربه کردی؟ آیا او را به عنوان منجی، راهنما، مشوق و پدر آسمانی خود پذیرفتید؟ او امروزه در دسترس شماست. اگر گرسنه هستید، اگر مشتاق آمرزش هستید، اگر می‌خواهید از بخشش گناهانتون ایمان حاصل کنید، اون راه برای شما بازه. مسیح خودش را در دسترس شما قرار داده، مخصوصاً این روزها که وجود او، محبت او در این کشور برای ما در همه جا آشکار شده، با چراغانی کردن، با کارت‌های تبریک فرستادن، عطر و بوی آمدن این فیض را میتونیم از حالا احساس بکنیم. هموطن عزیز من، چنانچه مایلی تا سیری ابدی را دریافت کنی، از آمرزش گناهانت اطمینان حاصل کنی، با من این دعا را به حضور خدا ببر. با هم دعا کنیم. پدر جان، تو را شکر می‌کنیم به خاطر کلامت بار دیگر. عیسی مسیح، تو را دوست داریم و در این لحظه ایمان می‌آوریم که تو گناهان ما را بر روی صلیب تاوانش را تماماً پرداختی. من ایمان می‌آورم که تو با مرگ داوطلبانه‌ات بر روی صلیب تاوان تمام گناهان مرا پرداخته و حال اینک من در ایمان به تو رستگار می‌گردم. از تو می‌طلبم با روح مقدس به زندگی من بیا
و از این لحظه به بعد از زندگی من برای جلال نام خودت، برای محبت به دیگران استفاده کن. خداوند، این دعا را در نام عیسی مسیح از طرف خودم و همه شنوندگان عزیز به حضور تو می آورم. آمین. خدا را شکر. شنوندگان عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. تا یک شنبه آینده در فیض و آرامش خداوند به سر ببرید. تمامی زمین خداوند را به سراهی، کارهای عظیم و جلالش را به مردم بازگو کنی. چون او عظیم است، هم قوت و جلالش شادی سلطنت می کند. ای تمامی زمین خداوند را به سراهی، کارهای عظیم و جلالش را به مردم بازگو کنی. چون او عظیم است، هم قوت و جلالش شادی سلطنت می کند. ای تمامی زمین خداوند را به سراهی، کارهای عظیم و جلالش را به مرد و مزگو کنی. ای تمامی زمین خداوند را به سراهی، کارهای عظیم و جلالش را به مردم بازگو کنی. چون او عظیم است، هم قوت و جلالش